صرخت خبرها. و انت خیر و منزول به اللهم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در تهران با حضور پرشمار هواداران، رهبر جمهوری اسلامی بر جنازه او نماز خواند. تهدید ترامپ به وضع شدیدترین تحریم ها علیه عراق در صورت اخراج نظامیان آمریکایی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید آنجا میمانیم مگر اینکه هزینه پایگاهمان را بدهند. ایران و گام پایانی کاهش تعهدات برجامی. تهران گفته دیگر به هیچ محدودیتی پایبند نیست. اروپا از ظریف دعوت کرد به بروکسل برود. و اثر تنش‌های خاورمیانه روی قیمت نفت. تهدید عراق به تحریم نفتی باعث شد قیمت‌ها از 70 دلار در هر بشکه عبور کنند. سلام بر شما، به این برنامه خبری ویژه خوش آمدید. دوشنبه 16 دی یا ماه جدی 1398 برابر با 6 ژانویه 2020. امروز پایتخت ایران شاهد برگزاری یک مراسم تشییع جنازه گسترده بود. صدها هزار نفر در میدانهای مرکزی تهران به عزای قاسم سلیمانی نشستند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای او نماز میت خواند. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شنبه از عراق شروع شد و دیروز در اهواز و مشهد ادامه پیدا کرد. قرار است او فردا در کرمان به خاک سپرده شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. تصاویر کمتر دیده شده از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حال گریه برای قاسم سلیمانی. نماز میت برای فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله هوایی آمریکا کشته شد. اللهم ان هؤلاء آیت الله خامنه ای عبارتی را 3 بار برای قاسم سلیمانی خواند که به این معنی است: خدایا ما جز خیر و خوبی از ایشان ندیدیم. رسانه های ایران میگویند آیت الله خامنه ای از خواندن این عبارت برای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام خودداری کرده بود. خبرگزاری های ایران میگویند میلیون ها نفر در این مراسم شرکت کردند. خبرگزاری رویترز این مراسم را پرجمعیت ترین بعد از مراسم تشییع آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی توصیف کرد. رئیس مرکز اورژانس تهران گفته تا ساعت 2 بعد از ظهر بیش از 200 نفر از افرادی که در مراسم تشییع قاسم سلیمانی شرکت کردند به اورژانس مراجعه کردند و 52 نفر آنها به بیمارستان منتقل شدند. روایت مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی خونخواهی و انتقام بود. انتقام شهید سلیمانی با 4 تا شلیک موشک زدن یک پایگاه، حتی با کشتن ترامپ هم، یعنی اونها ارزش خون این شهید رو ندارن و تنها چیزی که میتونه خونبهای این شهید باشه ازاله کامل امریکا از منطقه است و اخراج اونها. خانواده قاسم سلیمانی هم در این مراسم حضور داشتند. امروز سلیمانی های مقاومت پیام دادند. عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حسی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که کفایت میکنن پیامشان را خواهند داد. ولی جمهوریتی اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هم در سخنانی ضد آمریکایی گفت خط مقاومت در سرزمین فلسطین هرگز شکست نخواهد خورد و ادامه خواهد یافت. همزمان با نمایش قدرت جمهوری اسلامی در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر، خطر جنگ همچنان وجود دارد. در حالی که مقام‌های ایران از انتقام و تلافی خون قاسم سلیمانی صحبت می‌کنند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنگام بازگشت از تعطیلات به واشنگتن در هواپیما به خبرنگاران گفت نمی‌شود که ایرانی‌ها مجاز باشند آمریکایی ها را بکشند و شکنجه و مصدوم کنند و از بمب کنار جاده علیه آنها استفاده کنند، ولی آمریکا اجازه اقدام علیه اماکن فرهنگی آنها را نداشته باشد. آقای ترامپ پیشتر هم ایران را در توییتر تهدید کرده بود. ما 52 سایت ایران معادل 52 گروگان آمریکایی که ایران خیلی سال پیش گرفت که برخی دارای ارزش و اهمیت بالا برای ایران و فرهنگ ایرانی هستند را در تیررس داریم و به این اهداف و به خود ایران به سرعت و به شدت حمله خواهد شد. آمریکا دیگر هیچ تهدیدی را تحمل نمی‌کند.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه نوشت که تهدید علنی رئیس جمهوری آمریکا برای حمله به اماکن مهم فرهنگی ایران در صورت اجرا جنایت جنگی خواهد بود. داره تفنگ گرفته رو ملت داره میزنه. منتقدان میگویند قاسم سلیمانی بخشی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی است که حدود 50 روز پیش در خیابان‌ها صدها نفر را با شلیک مستقیم گلوله کشتند. تا به خانواده شهید سلیمانی. اما حامیان او و بیشتر کسانی که امروز در مراسم تشییع جنازه شرکت کردند میگویند این مراسم نمایش وطن دوستی و ایستادگی در برابر آمریکاست که ایران را به جنگ تهدید کرده است. فرین عاصمی، بی بی سی. نفیسه کوهنورد همکارم اینجا در استودیو با من هست. نفیسه، بعد از تصمیم پارلمان عراق حرف و حدیث های زیادی مطرح شد در مورد اینکه چه بخشی از نیروهای ائتلاف میخواد بمونه، کدوم کشورها میخوان برن. مثلا بریتانیا ها خیلی روشن گفتن که میخوان بمونند. تازه ترین ها از بقیه کشورها چیه؟ امروز خیلی ظاهرا تلفن دفتر نخست وزیری کار میکرده و اینکه میبینیم که تماس‌های زیادی گرفته شده از طرف کشورهای مختلف از جمله آلمان و فرانسه که نقش خیلی کلیدی داشتن بعد از آمریکا در ائتلاف ضد داعش. وزیر خارجه فرانسه در گفتگوش با عادل عبدالمهدی گفته که دوست دارن که بمونن اگر میزبان اونها رو بپذیره و اشاره کرده که نباید وضعیت الان جنگ با داعش و روابطی که بین ائتلاف و عراق بوده قربانی تنش‌های اخیر بشه. اما در همین گفتگو طرف عراقی چیزی که منتشر کرده اینه که عادل عبدالمهدی گفته که مصممیم که خواسته پارلمان رو اجرا بکنیم برای خروج نیروها. وزیر خارجه آلمان هم همچنین صحبت کرده و گفته که ترجیح میدیم که بمونیم و به کارمون ادامه بدیم. آلمان نزدیک 700 تا نیرو داره و فعالیتش رو همین چند مدت پیش بود که اعلام کرد که حمایتش از نیروهای عراقی در جنگ با داعش رو قراره تا پایان پاییز 2020 ادامه بده. تعدادی از نیروهاش در کردستان عراقی که رابطه بسیار نزدیکی با پیشمرگه دارن و خیلی نقش مهمی در تجهیز نیروهای پیشمرگه داشتن. کانادا که رهبری نیروهای ناتو رو به عهده داره اعلام کرده که دارن از نزدیک دنبال میکنن، اما آماده احترام به استقلال عراق هستن، گرچه ابراز امیدواری کردن که عراق بازبینی بکنه تصمیمش رو و بمونن. اما در مقابل سخنگوی نیروهای مسلح عراق هم گفته که از همین الان در حال آماده سازی هستیم و علاوه بر این که دوباره تاکید کردن که فعالیت نیروهای ائتلاف در عراق رو کاملا محدود خواهند کرد به مشاوره و آموزش و فعالیت زمینی و هوایی اونها رو کاملا لغو خواهند کرد. این یعنی اینکه هلیکوپترهای این کشورها اجازه حرکت ندارن. اگر بخوام واضح بگم، مثلا فرانسه و آمریکا در مرز سوریه و عراق بسیار فعالن و هلیکوپتراشون دائم در حال حرکت. کاروانهای آمریکایی رو ما همیشه در خیابان در جاده های اونجا میدیدیم که همراه نیروهای عراقی هستن، اما همه اینها ظاهرا قراره محدود بشه و معلوم نیست بعد از این محدودیت ها یا ائتلاف اصلا دلیلی برای موندنش ببینه یا نه. تشییع جنازه در ایران همچنان ادامه داره. فردا جنازه به کرمان خواهد رسید، در اونجا دفن خواهد شد. در عراق هم همین صحنه ها ادامه پیدا کرده. دقیقا همین الان هم در خیابان کراده مراسم بزرگی برپاست برای ابو مهدی مهندس. تصاویری از اونجا میشه دید که عکس های قاسم سلیمانی و مهدی مهندس در تمام این خیابان ها که بیشترش مناطق شیعه نشین بغداد هم محسوب میشن هست و قراره هنوز هم به عزاداری در بعضی از شهرها ادامه بدن. جالبه که در بعضی از مناطق سنی عشایر سنی هم اعلام کردن که مراسم عزاداری برگزار میکنن. این گروه های سنی گروه هایی هستن که در زمان جنگ با داعش از طرف ایران کمک گرفتن، نیروهای هشت رابطه نزدیکی با اونها برقرار کردن و بهش در اختیار در سلاح در اختیار این عشایر گذاشتن و
البته در بعضی از شهرها در مثل بصره تظاهراتی هم علیه قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس هم اتفاق افتاده. ما تصاویر زنده رو از شهر قم هم داریم. در شهر قم هم آمادگی هایی دیده میشه برای برگزاری یک مراسم تشییع جنازه موازی یا یک مراسم یادبود. در حقیقت ممنونم از نفیسه کوهنورد. این تصاویر قم هست که دربارش صحبت میکردیم. جمهوری اسلامی سعی کرده که از این تشییع جنازه نوعی نمایش قدرت خیابانی نشان بده و نوعی حرکت همدلانه ملی رو به تصویر بکشه. میبینید که تابوت یکی از افرادی که تشییع میشن در میان تشییع کنندگان هست. لحظاتی پیش شماری از روحانیون بلندپایه در اینجا دیده میشدند که اونها هم بر سر جنازه و تابوت حاضر شده بودند. پرچم افغانستان هم جالب هست که در کنار پرچم هشت شبی در این نقطه دیده میشه. شاید شماری از افرادی که به تیپ فاطمیون گرایش دارن در این جمع هستن، یا افرادی از اونها که اونها خودشون رو سربازان قاسم سلیمانی در نبرد با داعش در سوریه میدانستند. تصاویر زنده رو از شهر قم میدیدیم. اما سام فرزانه همکارم از واشنگتن با ماست. سام، به همون اندازه که این طرف و اون طرف در رسانه ها درباره قاسم سلیمانی در خاورمیانه صحبت میشه، در همون سطح در آمریکا هنوز مورد بحث است و موضوع بحث، از واکنش ها در واشنگتن بگو. میتونم بگم که انقدر در مورد قاسم سلیمانی صحبت میشه که برای انگلیسی زبانهایی که تلفظ حرف ق براشون شاید چندان راحت نباشه، الان یه مقدار این حرف جا افتاده و توی گزارش‌های تلویزیونی میبینیم که مجریا و خبرنگارها از قاسم رو قشنگ قاسم تلفظ میکنن. میتونم بگم که در کنگره آمریکا الان به صورت جدی دموکرات‌ها میخوان که قطعنامه‌ای رو به تصویب برسونن که رئیس جمهوری آمریکا رو برای شروع جنگ در هر جای دیگری در جهان خیلی قدرتش رو محدود میکنه. این یک طرحی هست که نوشتند گروهی از دموکرات‌ها و این رو میخوان در همین روزها به رأی بگذارن و بتونن اون رو تصویب بکنن. این طرح باید حالا یک طرح مشابه اون هم در مجلس سنا تصویب بشه تا در نهایت حالا به صورت یک قانون به دست رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید برسه. مشابه این طرح رو یکی از سناتورها، سناتور تیم کین، هم آماده کرده که میخواد اون رو در سنا ارائه بده. اما اینطور که به نظر میاد تا به حال چیزهایی که ما از جمهوری خواهان دیدیم، خیلی امکان این که پشت این طرح بیستند وجود نداره، به غیر از یک نفر از سناتورهای جمهوری خواه که خیلی سیاستهای درونگرا داره و فکر میکنه آمریکا نباید خارج از مرزهای خودش کاری بکنه و پولهای خودش رو اونجا خرج بکنه. به غیر از اون به نظر میرسه که بقیه چندان موافق نیستن و اتفاقا شاید حتی استقبال هم بکنن از این که بخواد یک جنگی در جای دیگری بخواد راه بیفته. بنابراین دموکرات ها با این که در مجلس نمایندگان میتونن این رو تصویب بکنن، اما احتمالا برای تبدیل شدن این طرح به قانون و برای لازم الاجرا شدنش به مشکل برمیخورن، برای اینکه دست کم دو سوم سناتورها باید به اون رأی مثبت بدن تا بتونن اون رو از گزند وتو کردن رئیس جمهوری آمریکا در امان بدونن. طبق قانونی که همین الان هست، 48 ساعت قبل از اینکه هر گونه حمله‌ای بخواد انجام بشه، باید رئیس جمهوری آمریکا با رهبران کنگره از هر دو حزب تماس بگیره و به اونها بگه که چنین تصمیمی داره. آقای ترامپ در اقدامی بسیار نادر اومده و به کنگره گفته که آره، همین توییت هایی که من میکنم اینها رو به منزله هشدار بدونید و همین صحبت های رسانه ای رو، و دیگه چیز بیشتر از این نخواهد بود. که در اون زمینه هم باز دموکرات ها دارن سعی میکنن که دست کم در رسانه ها، در صحبت هایی که میکنن،
قدرت خودشون رو، قدرت نهادهای دیگر حکومت در آمریکا مثل کنگره رو به رخ آقای ترامپ بکشن و به او بگن که اینطور نیست که بتونی به تنهایی این کار رو انجام بدی، اما خب به نظرم نرسیده که تا به حال کاخ سفید عقب نشینی کرده باشه. غیر از اون توییت‌های آقای ترامپ در زمینه حمله به 52 مرکز در ایران هم یا وابسته به ایران جنجال برانگیز شده. مشخصا این که او گفته ممکنه به اهدافی فرهنگی هم حمله بشه بحث برانگیز بوده، این نظر خصوصا خیلی، مخصوصا این که به هر حال ایرانی‌ها هر کدومشون بنا به اون چیزی که به نظر اونها فرهنگ میاد دارن این رو تعبیر میکنن و از اون آزرده میشن، چه کسانی که فکر میکنن پاسارگاد یا بناهای تاریخی در اصفهان در شهرهای مختلف ایران اونها مکانهای فرهنگی هستن، چه ایرانیایی که فکر میکنن مکانهای زیارتی و مذهبی مثل مثلا حرم امام رضا اینها مکان فرهنگی به حساب میان، چه اونهایی که مکانهای فرهنگی که بعد از انقلاب ایران ایجاد شده رو براشون مهم هست. هر کدوم این گروه از ایرانی ها این بخش رو گرفتن و از این موضوع ناراحت شدن. از اون طرف غیر ایرانی ها نگاه میکنن که خب طبق قوانین بین الملل، قوانینی که همون قوانینی که محکوم کرده بود اقدامات شبیه به این رو که مثلا گروه طالبان انجام داده بود یا داعش اونها رو انجام داده بود، میگن که الان رئیس جمهوری آمریکا داره تهدید به کاری میکنه که قبلا داعش یا مثلا طالبان انجام داده و بنا به قوانین بین المللی که خود آمریکا هم اونها را قبول کرده این کار خلاف به حساب میاد و رئیس جمهوری آمریکا انگار که داره تهدید میکنه به عمل جنایت جنگی و از این جهت به او خورده گرفتن. این انتقادها باعث شد که وزیر خارجه آمریکا روز گذشته بره از این تلویزیون به اون تلویزیون و صحبتایی که میکنه از جمله سعی بکنه این موضوع رو جا بندازه که رئیس جمهوری آمریکا منظورش کاری خلاف قانون نبوده و حتما اگر بخواد هدفی در ایران مورد حمله قرار بگیره حتما به لحاظ قانونی اون هم در نظر گرفته میشه. اما رئیس جمهوری آمریکا دیشب بعد از همه اون صحبتایی که مایک پومپئو کرده بود وقتی که با خبرنگاران در هواپیمای خودش مورد صحبت قرار میگیره، مورد پرسش قرار میگیره اونجا با گروهی از خبرنگاران که با او به تعطیلات فلوریدا رفته بودن، اونجا به اونها میگه که نه، چطوره که ایرانی ها میتونن مثلا بمب کنار جاده ای بذارن، ما رو دستگیر بکنن، بازداشت بکنن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، ما هم از این طرف پس میتونیم یه همچین کارهایی انجام بدیم و این تهدیدهای خودش رو بیشتر کرده. حتی توی این صحبت‌ها تهدیدهایی رو هم علیه عراق مطرح کرده که بله اگر مثلا ایران خوشحال بود که عراق داره نیروهای آمریکایی رو بیرون می‌کنه به این سادگی نیروهای آمریکایی خارج نمی‌شن و عراقی‌ها دست کم باید هزینه ساخته شدن پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در عراق رو بپردازن یا اینکه آمریکا اونها رو تحریم‌های بسیار سختی علیه عراق وضع خواهد کرد که به گفته آقای ترامپ از تحریم‌های ایران هم بدتر خواهد بود. ممنونم از سام فرزانه در واشنگتن با ما. دیروز در پارلمان عراق نمایندگان کرد به همراه نمایندگان سنی در رأی‌گیری برای خروج سربازان آمریکایی از عراق شرکت نکردند. گروه‌های مختلف در عراق منافع متفاوتی دارند، بسیاری نگرانند درگیری احتمالی بین ایران و گروه‌های وابسته به این کشور ثبات سیاسی در عراق رو به خطر بندازه بیشتر از آنچه که هست. شیار گل همکارم بارها به عراق سفر کرده و تحولات این منطقه رو پوشش داده. دلایل اصلی که خصوصا نماینده‌های کرد رو به عدم همراهی واداشت چی بوده؟ ببین اگه ما نگاه کنیم به عکس العمل مقامات کرد در کردستان عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی میدونیم که اونا سکوت کردن در حقیقت. حتی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دو شهر سلیمانیه و اربیل که مراسمی برگزار شده بود میبینیم مقاماتی مثلا در رد پایین نه نخست وزیر نه به هر حال رئیس حکومت اقلیم کردستان هیچ کدوم از اونها نه عکس العمل نشون دادن و نه در این مراسم ها شرکت کردن. این در حالی است که قاسم سلیمانی مرتبا به اون منطقه سفر میکرد. به همین جهت نیروهای کرد حضور نیروهای آمریکایی در منطقه رو ضامنی برای امنیت خودشون میدونن.
از یک طرف دیروز اینا در جلسه مجلس عراق شرکت نکردن به همراه سنی ها با این امید که به حد نصاب نرسد تعداد نماینده و این طرح نتونه تصویب بشه، اما خب گروه های شیعه و گروه های متحد اونا شرکت کردن و تونستن این طرح رو به تصویب برسونن. الان که این طرح به تصویب رسیده، سوال اینجاست آیا اگر آمریکا بخواهد از دولت عراق این رو به قانون تبدیل کنند و از نیروهای آمریکایی بخواهد که عراق رو ترک کنند، چیزی که مقتدی سر یکی از روحانیون با نفوذ و یکی از بلاک‌های قدرتمند در پارلمان عراق گفته، نه تنها آمریکایی از مجلس دیروز انتقاد کرده، گفته باید سفارت آمریکا بسته بشه و نیروهای آمریکایی فوراً اونجا رو ترک کنند و یک نیروی بین‌المللی مقاومت تشکیل بشه. این یک دیدگاه. از طرف دیگه نیرو کردها به طور حضور نیروهای آمریکایی رو به نفع خودشون می‌بینن در مقابل خطر نیروهای شیعه، چرا که در بعد از همه پرسی استقلال کردستان عراق نیروهای هشت شعبی و همچنین نیروهای عراقی به مناطق مورد اختلاف بین کردها و دولت به عراق حمله کردن، مثلا کرکوک رو دوباره پس گرفتن. خیلی از اونها قاسم سلیمانی رو مسئول این عملیات و در حقیقت معمار این عملیات میدونستن. خب اگه آمریکا تصمیم بگیره در کردستان عراق بمونه، ممکنه یک بحران سیاسی دیگه به وجود بیاره. از یک طرف کردها واقعا میخوان اونا بمونن، از طرف دیگه بقیه عراق نمیخوان بمونن، چرا که همکنون هم که صحبت میکنیم آمریکایی‌ها پایگاه‌هایی در کردستان عراق دارن، یکی از امن‌ترین نقاط برای اونا هستش. صحبتی که من با یکی دو نفر داشتم، مثلا یکی در دولت کردستان عراق، میگفتن اونا دوست دارن که آمریکا بمونه و حتی نگران بودن داستان یمن تو بغداد تکرار نشه، همونجوری که حوثی ها دولت صنعا رو گرفتن، این سناریو دوباره اونجا تکرار نشه و شیعه ها دولت بغداد رو به کنترل خودشون در نیارن. در هر صورت بسیاری از یک درگیری خبر میدن یا نسبت به بروز درگیری هشدار میدن. اگر چنین اتفاقی بیفته، درگیری صورت بگیره، اوضاع منطقه خصوصا عراق به کجا خواهد رفت؟ ببین قطعا اگه درگیری رخ بده بین ایران یا طرفداران ایران با آمریکا، بازنده اصلی مردم عراق خواهند بود، چرا که اونا هستن که این وسط گیر کردن. از یک طرف حدود 70,000 نیروی آمریکایی در کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس از جمله افغانستان و ترکیه مستقر هستند و این نیروها بالاخره آمریکا اگه درگیری پیش بیاد ممکنه از پایگاه‌های خود در این کشورها استفاده بکنه. بارها مقامات امنیتی و نظامی ایران گفتن اگه از هر کشوری در منطقه به ایران حمله بشه، ایران کشور مبدع اون حمله رو به عنوان یک هدف مشروع برای خودش میشناسه و مقابله به مصر میکنه. به همین جهت خیلی ها نگران هستن اگه مثلا از قطر یا از کویت یا از بحرین یا عربستان سعودی به ایران حمله بشه، نیروهای آمریکا از اینجا حمله کنن، ایران ممکنه به اونجا رو هدف قرار بده و این خودش یعنی کشیده شدن آتش جنگ به کشورهای منطقه. ولی خب فعلا که جنگ نیابتی بوده بین آمریکا و ایران در عراق بوده و این چیزی که خیلی از مردم عراق رو نگران آینده کرده. ممنونم از همکارم ژیار گل اینجا در استودیو با ما. بیننده برنامه ویژه ما هستید. از پوشش مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادهای آمریکایی کشته شد و دیروز در عراق در مشهد و اهواز تشییع شد و امروز در تهران و همینطور در قم، فکر میکنم که اینها تصاویر زنده است از قم، و قرار هست که آقای سلیمانی فردا در کرمان به خاک سپرده بشه، در شهر و استانی که از همونجا زاده اونجا بود و اهل اونجا. تصاویر زنده رو میبینید. ما امروز یک تشییع جنازه کم سابقه، اگر بی سابقه نبود کم سابقه رو در ایران دیدیم. آیت الله علی خامنه‌ای بر جنازه قاسم سلیمانی نماز میت رو اقتدا کرد و خوند و بسیار احساسی ظاهر شد. لحظاتی هنگام خواندن یکی از ذکرهای نماز میت آشکارا
در حال گریستن بود. در کنار او ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، او هم همینطور حسن روحانی در صف اول بود رئیس جمهوری، و چهره دیگر اسماعیل قاآنی که قرار به جای قاسم سلیمانی رهبری نیروی قدس سپاه پاسداران رو بر عهده بگیره. تصاویر زنده رو از قم میبینید. و ما از بیننده های بی بی سی فارسی خواسته بودیم که نظرات خودشون رو در این باره با ما بگن. عده ای از بینندگان بی بی سی فارسی نظرات خودشون رو درباره کشته شدن قاسم سلیمانی و مراسم تشییع جنازه او به ما گفتن که با هم میشنویم. به نظر من شرکت در مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی وظیفه هر ایرانی میتونه باشه، با هر گرایشی، با هر دیدگاهی، چون ایشون مدافع مرزهای کشور ما بودن. و اینکه الان ما در کشور اگر امنیت مالی نداریم یا آزادی بیان نداریم، به خاطر بیکفایتی دولت و رهبری هست و هیچ ربطی به آقای سلیمانی، سردار سلیمانی نداره. امکان نداره طرز فکر یا باورهای یک شخصی سر سوزنی مغایر باشه با شخص اول مملکت، با کسایی که ترتیب دادن این بدبختی رو برای مردم، و بتونه به حالا به قول بعضی از رسانه‌ها به شخص قدرت دوم این مملکت تبدیل بشه. قطعاً طرز فکرش با اینها یکسان هست. هر چقدر اینها رو میگی، باز این گروه معتقدن که نه، نخهای امنیت این مملکت رو سردار سلیمانی داشت نگه می‌داشت. وای به روز ما، دیگه هیچ کشوری از ما نمی‌ترسه، همین امروزه که بمب بندازن ما هرچی داشتیم از سلیمانی داشتیم. این تشییع جنازه باشکوهی که برگزار شد هیچ ربطی به حاکمیت نداشت. این مردم همونایی هستن که دنبال اعتراضات مدنی خودشون هستن، نسبت به سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی به شدت اعتراض دارن، همونایی که شعار نه غزه نه لبنان میدن. ولی چیزی که مهمه اینه که سردار سلیمانی دو ویژگی مهم داشت، نقش مهمی در شکست داعش داشت، و در بعد داخلی هم مثل سایر فرماندهان سپاه رقابت نذاشته بود، مسابقه نذاشته بود که در استفاده از مفاهیم فتنه‌گر و اغتشاشگر و از این جمله برچسب‌ها استفاده کنم. من با اینکه با حکومت دیکتاتوری و ظالم اسلامی ایران مخالفم، ولی از اینکه بهترین و با ارزش‌ترین جنگاور ایران رو با اون همه تجربه و توانایی از دست دادیم خیلی عصبانی و غمگینم. آمریکا بدونه که حساب نیروهای با ارزش، اماکن با ارزش و تأسیسات و نیروگاه‌های حتی نظامی با حکومت دیکتاتور ایران جداست. کشتن سردار سلیمانی یعنی حمله به تمامیت ارضی کشور بوده. این تو ذهن مردم هست و همه کسایی که اومدن و شرکت کردن در تشییع جنازه نمیشه گفت که طرفدار حکومتن، بلکه یه جوری میشه گفت یه جوری حس همبستگی مثل دوران جنگ عراق ایران بین مردم شکل گرفته. نظرات شماری از شنوندگان و بینندگان بی بی سی فارسی بود که این نظراتشون رو با ما در میون گذاشته بودند. تقابل دو طرف و تقابل نظرها در فضای اینترنت در شبکه‌های اجتماعی ادامه پیدا کرده. همکارم فرین تقی‌زاده اینجاست. فرین، جالب هست که از طرفی میگن مذاکره و گفتگو بین دو طرف بسته شده، منتفی است، ولی از طرفی هم گویا مقام‌های ایران و آمریکا دارن به همدیگه طعنه میزنن در این فضا. بله، مشخصا در توییتری که در ایران فیلتر هستش، مقام‌های ایرانی مدت هاست که حضور دارن و پیام‌های خودشون رو از این شبکه‌های اجتماعی منتقل می‌کنن، حالا چه به ترامپ شده بارها مستقیما، مثلا آقای ظریف منشن کرده پیام خودش رو رسونده، یا اینکه به کل جهان پیام خودش رو منتقل کردن. آقای ظریف حدود یک ساعت پیش میتونم بگم که به ترامپ مستقیما توییت زده با 4 از تصاویر تشییع جنازه امروز آقای سلیمانی در تهران. اون خیلی عظیم جمعیت رو به نوعی به رخ او کشیده و با کنایه 4 سوال ازش پرسیده، گفته که آیا در عمر چنین دریای انسانی رو دیدی؟ آیا هنوز میخواهید به مشورت های دلغک هایی که به شما درباره ما مشورت میدن گوش کنید؟ آیا هنوز تصور میکنید که میتونید اراده این ملت بزرگ و مردمش رو بکشید؟ پایان حضور نحس آمریکا در غرب آسیا شروع شده است.
این تصاویر رو میتونم بگم که برای فشار آوردن روی دولت ایران هم کاربرانی که از حامیان حکومت هستن دارن استفاده میکنن. از چه طریق؟ اینکه نشون میدن که یا میگن که این جمعیت بسیاری که اومده حکومت ایران رو به نوعی پا برجا نگه میداره و از دولت روحانی که خواسته برجام رو حفظ کنه از نظر اونها و به نوعی با مذاکره کنه با آمریکا، باز از نظر اینها میخوان که دیگه راه مذاکره نمونده، راه کنار اومدنی با آمریکا دیگه وجود نداره.